بله آرا تایپ شده است، یعنی این مهم نیست که شما میندازید تو صندوق یا نه، مهم اینه که شناسنامه شما مهر بخوره تو اونها به صورت دیجیتالی. این یک واقعیته که در دیکتاتوری رأی انسان‌ها بی‌ارزشه، اون در دموکراسی که رأی آدم اهمیت داره، حالا چه شمارش مستقیم باشه مثل فرانسه، چه شمارش آرا الکترال باشه مثل آمریکا که هر قانون منطقی خودش رو داره. دوستان من، در دیکتاتوری هرگز کسی آرا رو نمی‌شماره، اینها میآیند از مراسم تدفین سلیمانی تروریست، مراسم تدفین رئیسی تروریست به عنوان تشییع جنازه رو به عنوان رفراندوم یاد میکنن. این رأی‌گیری هم من فکر میکنم زیر 10% باشه مثل برادر رسول، همونطور که دیدیم در انتخابات دور دوم زیر 8% شرکت کردن. و یادمون نره هر رأی که میدید یک خیانت به خون مهسا، پویا، نیکا و هزاران شهید آزادی. خواهش کنم. با سپاس، با سپاس. اعلان قرمز داره، یعنی اگه ایشون تشریف ببرن به کشور اروپایی دستبند میاد رو دستشون. رأی ندید آقایون خانم. ایشون در سال 1369 تا 1370 به صورت واضح در کشتار افرادی مثل داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی زاده، کارون حاجی، از آن کارون حاجی زاده 8 سال و نیم 9 سالش بود گرفتن با چاقو سلاخیش کردن، سعیدی سیرجانی، احمد میرعلایی و ده ها نفر دیگر نقش مستقیم داشته است. ایشون از سال 1384 تا 87 وزیر کشور ایران بوده، از 87 تا 92 رئیس سازمان بازرسی و از 92 تا 96 وزیر دادگستری بوده. خسته نباشن آقای پور محمدی، ایشون در طول 40 سال گذشته 34 سال از سران جمهوری اسلامی بودن، الان هم میخوان رئیس جمهور بشن. فقط من نمیدونم ایشون میرن اروپا دستمند، یا مثلا میرن دار سازمان ملل دستمند نمیاد رو دستشون؟ ایشون اعلان قرمز دارن توسط اینترپول. جالبه. عجب. نفر دوم آقای دکتر مسعود پزشکیان، لطفا عکسشون رو بذارید. ایشون پدرشون ترکه، مادرشون کرد تبار هستن، متولد مهابات 7 مهر 1333 در آذربایجان غربی. ایشون تحصیل کرده ترین نفر در بین افراد هستن. الان اگه نگاه کنید از نفر سوم از دست راست آقای دکتر مسعود پزشکیان هستن. ایشون در زمان آقای خاتمی وزیر بودن، وزیر بهداشت، فوق تخصص جراحی قلب هستن. و عجیبه این مطلب رو بهتون بگم، مدرک پزشکی عمومی، تخصص و فوق تخصص خودشون رو بدون سهمیه گرفتن، کاندید اصلاح طلبان هستن و یکی از چهره های بسیار مرموز نظام. ایشون تا الان تو نظرسنجی ها از آقای جلیلی جلوترن، ولی عزیزان ما به شما میگیم رأی ندید لطفا، ما فقط داریم معرفی میکنیم. ایشون در دوره 8 9 10 11 12 مجلس حضور داشته و همیشه نماینده تبریز بوده. معتقد به تفکر تجزیه طلبی و فدرالیسمه. ایشون تا حدی از گروه های پانتور حمایت میکنه، در مجلس دهم نایب رئیس اول بوده و الان هم بی تعارف خودش رو نزدیک به آقای خاتمی میدونه. البته یادمون نره ایشون همون آدمی هستن که با لباس سپاه پاسداران تروریست رفتن مجلس تا از سپاه دفاع کنن. عکساش هست، فیلمش هست، ایشون نمیتونه انکار کنه. ایشون 22 سال پیش، سال حضوران 81-82 بود، وقتی خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی رو در جلوی زندان اوین دستگیر کردن به خاطر عکاسی و قاضی مرتضوی ایشون رو کشت، گفتن هیچ اتفاقی نیفتاده. الان میگن که نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه خانم زهرا کاظمی رو کشتن. جالبه، فیلم هر دو تا حرف متناقض ایشون وجود داره. نفر سوم که از همه جوانتر هست، اگر عکس ایشون رو بذارید ممنون میشم، سید امیر حسین قاضی زاده یا هاشمی، متولد فروردین سال 50، فریمان. ایشون هم خراسانی است. آله، دارید عکس آقای قاضی زاده هاشمی رو میبینید، نفر دوم از سمت راست. ایشون از سال 1400 معاون رئیس جمهور بود و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران و و و در دولت 13. آقای قاضی زاده هاشمی 4 دوره نمایندگی مجلس رو در کارنامه داره و انقدر تو بنیاد شهید دزدی کرده که همین الان پرونده تو دادگستری هستش. جالبه ایشون هم از طیف خراسانی های وفادار به بیت هست. یادمون باشه خود آقای خامنه‌ای متولد مشهد. آقای علیرضا زاکانی،
عجیب ترین کسی که تو این دوره است. ایشون شهردار تهرانن و هیچ مدرک مدیریت شهری ندارن. این مدارک ایشون جالب. ایشون متولد 1344 هستن. سال 68 میره دانشگاه علوم پزشکی تهران. معدل دیپلم ایشون 10.43. دوستان نخندید. واقعیته. معدل دیپلم آقای دکتر که شما دارید میبینید نفر اول از سمت راست 10.43. یعنی ایشون با تک ماده قبول شده. 8 سال پزشکی ایشون طول میکشه، 68 تا 76 که خب خیلی دانشگاه طبیعیه. و جالبه ایشون بارها و بارها مشروط شدن. در جلسه که رفته بودن در دانشگاه تهران به یکی از دانشجو اومد گفت شما یه ترم نداشتی که درست حسابی رفته باشی ترم بالاتر. ایشون 1180 رفته تخصص پزشکی هسته‌ای گرفته تا 83 الان هم استاد دانشگاه است و شهردار تهران. در مجلس 7 و 8 و 9 نماینده تهران بوده، در دوره 11 نیز نماینده قم به مجلس بوده. عزیزان من این مطلب دیگه هم هست ولی بذارید که مطلب حاشیه بگم. آقای زاکانی پارسال بعد از 37 سال زنشو طلاق داد، رفت یه دختر جوون گرفت. البته زن دومشو گرفت، زن اولش طلاق گرفت. ببینید اینا با چه موجوداتی طرف هستن. طرف میره زنش رو طلاق میده، به زن دیگه میگیره. اما این واقعیت نیست. ایشون دو تا زن داشتن. یعنی اگه ایشون رئیس جمهور بشن ما دو تا بانوی اول داریم. حتی میدونم این چیزا تو آمریکا اصلا ممنوعه. زن اول چون نتونست طاقت بیاره و مادر 3-4 تا بچه ایشون بود طلاق گرفت، ایشون الان به خانم دوم شد. اما کاندیدایی که بیت آقای خامنه ای بهش اعتقاد داره، آقای سعید جلیلی متولد 1344 در مشهد، نفر دوم از تیپ از ساختار خراسانی ها. ایشون در شورای عالی امنیت ملی دبیر بودن، رئیس کارگروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران با کشورهای غربی. کار ایشون این بود همش بگن نه نه نه، تا ایشون بود هیچ چیزی امضا نشد. ایشون از سال 86 تا 92 دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن و رئیس گروه مذاکره کننده. در سال 1392 در 11 انتخابات مجلس شرکت کرد، خب رأی زیادی نبرد، نفر سوم شد. ایشون در سال 1365 پای چپش رو در عملیات کربلای 5 از دست داد و جانباز 55%. آقای سعید جلیلی نماینده آقای خامنه ای در انتخابات. ولی معروف ترین فرد نیست، کسی که باز هم اهل خراسانه، از 6 تا تا حالا 3 نفر اهل خراسان بودن، آقای محمد باقر قالیباف، نفر دوم عکسش رو می‌بینید از سمت چپ، متولد 1340 ترقبه مشهد. ایشون در سن 19 سالگی فرمانده لشکر بودن. دوستان خندتون نگیره، زمان شاه طرف 50 سالش بود تازه میشد سرلشکر، ایشون در 19 سالگی فرمانده لشکر سامن، لشکر سپاه از خراسان بودن که هم لشکر امام رضا بود و بعد تغییر اسم داد. ایشون از سال 1373 شدن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، از سال 76 شدن با حکم رهبر فرمانده نیروی هوایی سپاه و از 79 شدن فرمانده نیروی انتظامی. ببینید ایشون خودش هم مهندس میدونه، هم دکتر میدونه، هم خلبان. اگر شما به تصویر ایشون نگاه کنید، البته یه خورده خندتون میگیره، اگر شما به تصویر ایشون نگاه کنید در انتخابات قبلی هم چند دوره شرکت کرده، میگن دکتر مهندس خلبان. عزیزان ایشون حتی دیپلم هم نداره و من نمیدونم اون هواپیمای آسمان یا هر چیز دیگه ایشون چطور مامان کمک خلبان میشونه، مگر اینکه دستگاه جلوش خاموش کنه. ایشون 12 سال شهردار تهران بودن، بسیار نزدیک هستن به بیت آقای خامنه ای. و رک بگم محصوف بزرگ این دوره کسی نبود جز آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد. خب اگر سوالی دارید من در خدمت شما دوستان عزیز هست. سپاس، مطالب رو بسیار خوب و واضح فرمودید در این وقتی که وقت کمی که ما داریم. و حقیقتا من به یاد کلام مسیح میافتم که خداوند عیسی مسیح اعلام میکنه درختی که تلخ هست میوه تلخ میده. امیدوارم به هیچ مسلمانی بر نخوره، اگرم برخورد خب بره تحقیق بکنه، شاید لازم هستش. چرا که وقتی که یک باوری دروغ هست، پیامبرش دروغ هست، قوانینش دروغ و ضد بشری هست، مسلما پیروان اونم اگر در جایگاه های قراردادی اون باور قرار بگیرند، مثل معلمین و مثل کسایی که الان دولتمندان
نظام اسلامی هستن، اونها هم دروغین هستن دیگه، مدارکشون هم دروغین هستش، بدون که دیپلم داشته باشن دکترهای اونها رو اعلام میکنن و همش فریب و دروغ هست. هم وطن عزیزم، با سپاس از دکتر صاحب عزیز. دکتر صاحب عزیز، دو سه نفر روی خط اومدن و من عزیزان رو دارم میبینم، گویا یکیشون هنوز هستن، اما اگر اجازه بدید یه استراحتی هم شما داشته باشید، یه چایی میل کنید و همچنین بینندگان عزیز، بریم برگردیم. اگر این عزیزان بودن مایل هستن به طور خاص، ایشونو که الان دارم میبینم میخوان از شما سوال کنن، چند تا سوال دارم، اگر براتون مقدور هست بمانید در برنامه ایشونو داشته باشید. بله بله. سپاس از مهلشون. بله.